بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. آن که نامش کرده عالم را مطهر زینب است، آن که وصفش می رباید هوش از سر زینب است، آن که داغ شش برادر را به دل هموار کرد تا بماند جاودان دین پیامبر زینب است. گفت پیغمبر حسینم هست کشتی نجات، ناخدا و محور و سکان و لنگر زینب است. گر علی باشد به عالم اسوه و الگوی صبر، آن که صبرش با علی باشد برابر زینب است. فاطمه استاد دانشگاه شرم است و عفاف، فاطمه استاد دانشگاه شرم است و عفاف، فارغ التحصیل دانشگاه مادر زینب است. هست از درهای جنت یک درش باب الحسین، فاش میگویم کلید قفل آن در زینب است. صلی الله علیک یا زینب الکبرا. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی، و بسیار خوش هستیم که امشب در خدمت شما عزیزان هستیم در این ایام بابرکت، ایام میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. و بسیار مفتخریم که همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین اجای روحانی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین محضر بینندگان و محترم. و ایام ولادتی حضرت زینب کبرا نائبت الزهرا رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلامت باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید استاد، ما هم تبریک میکنیم به شما. انشاءالله که امشب تلمذ میکنیم در محضر شما و ببینیم برای ما و بینندگان از ما چه برمغان آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه بشه انشاءالله مقداری و خوشه ای از خرمن فضایل زینب کبرا سلام الله علیها رو پیشکش محضر بینندگان عزیز کنه. با این مقدمه که در طول تاریخ انسان وقتی نگاه میکنه، هر زمانی یک مردی در طراز الهی نمایان است، یک مردی که مسیر موفقیت رو بسیار استوار پیموده، در کنار این مرد موفق خدای متعال یک زن موفق رو هم قرار داده و ای بسا همین زن بوده است که به یک شکلی بسترسازی کرده و زمینه رو فراهم کرده تا موفقیت بر مرد هم رقم بخوره. اگر آدم هست در کنار او حوا هم دیده می شود و خطاب از جانب خدا صادر میشه که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، قرار و اطمینان و آرامش جناب آدم در کنار همسر تو حوا رقم میخوره. کما این که موفقیت تو هم در کارها و در امور گره خورده است به همسری که داری. اگر جلوتر میریم باز در کنار ابراهیم جناب هاجر هم دیده میشه، کسی که به خاطر فداکاری اون خدای متعال آمد و از عظمت و فداکاری اون در آیات قرآن هم میشه انسان مشاهده کنه که ان الصفا والمروه من شعائر الله. جلوتر میریم باز در کنار جناب موسی کلیم میبینیم که زندگی او اصلا گره خورده است به چند زن. اول مادری و خدای متعال فرمود و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، یعنی بر مادر موسی الهام کردیم که اگر میخواهی که موسی به تو برگرده، اگر میخواهی که موسی دلدار تو شود، باید اول از او دل برداری، دل بردار تا دلبر تو گردد. خواهر جناب موسی کلیم چنین است. و بعد میبینیم یک زن آزاده و وارسته، زنی که هیچ گونه تعلقی
در مقابل بت دنیا نداره جناب آسیه، او جایگاهی که داشتن، بله بسیار نقش آفرین بوده در زندگی حضرت موسی. فرعون قصدی و کشتن حضرت موسی بود که در گهواره و مهد بود، اما با یک نهی از منکر جناب آسیه خدای متعال حیات رو بر حضرت موسی ادامه میده، گفت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اگر انسان شخصیت ممتاز و مبارکی مثل حضرت عیسی روح القدس رو میبینه که خودی گفت و جعلنی مبارکن این ما کنت، خدای متعال من رو وجودی با برکت خلق کرده، هر جا باشم در کنار ما برکت هم هست. خب باز نگاه میکنیم عیسی از ما دامن مادری پاک و قدیسه به تعبیر قرآن و امه صدیقه پا به عرصه وجود میگذارند. اگر پیغمبر اسلامی است حتما باید در کنار او حضرت ام المؤمنین خدیجه یا کبرا باشد و خیلی از زمینه های موفقیت رو پیغمبر وامدار جناب ام المؤمنین خدیجه یا کبرا هستند. و اگر شما رادمردی مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه رو در طول تاریخ میبینی، این ابرمرد تمام فضیلت ها در کنار خدای متعال یک مروارید غلطانی و رخشانی از آسمان رسالت رو قرار داده که او کوثر نبی رحمت است. در کنار امیر المؤمنین صدیقه طاهره سلام الله علیه، و اگر خدا حسینی داره همچنان که شما در شعر زیبای جناب شولیده نیشابوری مطرح کردید که اگر خدا حسینی دارد باز این حسین در کنار خود زینبی دارد. اگر حسین کشتی نجات است به تعبیر پیغمبر اسلام، خب او کسی که میتواند این کشتی رو مدیریت کنه، این کشتی رو به ساحل امن برسانه، قطعا زینب کبرا سلام الله علیه است. گفت معلم زینب و درسش جنون است، الفبای کلاسش ها و سین و یا و نون است. احسنتم. خدمت شما عرض کنم که وقتی انسان میره امامزاده های واجب و تعظیم رو در بین فرزندان معصومین علیهم السلام نگاه میکنه، خب حضرت زینب یک جایگاه و مختصات خاص و ویژه‌ای دارند. و اگرچه صاحب حسنند در جهان بسیار، آفتاب چو برایت ستاره ننماید. هر کدام از امامزاده ها اینا ستانه درخشانی هستند، اما وقتی که خورشید عظمت و فضیلت زینب و کبرا طلوع میکنه، دیگه نور و فروغ و تابش بر این امامزاده ها نمیماند. نه ای که اون نور نداشته باشه، این نور خیلی منبع نور گسترده تر و قوی تره. و حقیقتا انسان باید در قبال حضرت زینب سلام الله علیها عاجزانه بگوید که خوبان بیشمار در این شهر دیدم، اما تو نازنین به خدا چیز دیگری. وقتی نگاه میکنیم امیر المومنین با او همه عظمت زینب رو زینت خیش بداند، صدیقه طاهره سلام الله علیها که قلب و روح و جان پیغمبر اسلام هست، زینب و کبرا رو محرم اسرار خوب ببینه. امام مجتبی چنین نقشی رو بر خواهر قائل بشن، و او کسی که کلید اسرار حسین سید الشهدا هم هست زینب و کبرا باشه، اینها برخواسته ای از اون جایگاه رفیع و فضایل بیشماری است که در وجود حضرت زینب سلام الله علیها جای داره و نهادینه شد. بسیار عالی. خب همینطور که اشاره فرمودید در تله برنامه، ما در مورد فضایل و صفات حضرت زینب سلام الله علیها انشالله که امشب از محضرتان کسب فیض میکنیم، زمینه ای که یک از بیای محترمان به نمبر مثبت 98915 4 نمبر آخر 2252 مهربانی کردند و ولادت حضرت تبریک گفتن و سوال مطرح کردن. استاد اگر اجازه باشه قبل از اینکه وارد بحثیم، سوالی عزیز جواب بدیم که عقیله بنی هاشم یعنی چه و چرا به حضرت زینب سلام الله علیها نسبت دادن؟
بله سوال خوبه. عقل یعنی اون شخصی که عقلانیت و خردورزی در وجودی و به اوج و منتهای خود رسیده. عقل یعنی انسان عاقل و انسانی که توانسته است چراغ عقل رو در وجود خود خو همیشه روشن و پرفروغ داشته باشه. وقتی که انسان بخواهد به کمال برسه، او چیزی که انسان رو میتواند برساند به این کمال قطعا عقل است. در قرآن داریم که دی وقتی که جهنمی میشن و از اونها سوال میکنن چرا شما جهنمی شدید؟ آیا کسی نبود که در دنیا بیای چشم شما رو نسبت به حقایق باز کنه، راه و چاه رو به شما نشون بده؟ علم یعتکم نذیر، منذر و بیدارگری برای شما نیامد؟ جواب میدن چرا؟ بلا قد جاءنا نذیر، اما متاسفانه ما اینه تمام اونها رو تکذیب کردیم. بعد خود اینا زندگی خود رو آسیب شناسی میکنن، میگن دو تا آسیب در زندگی ما بود که متاسفانه امروز گرفتار آتش خشم خدا در جهنم شدیم. اول وقالوا لو كنا نسمع، اگر ما اهل شنیدن می بودیم، اگر ما اهل گوش دادن می بودیم، می شنیدیم و دل می دادیم و در کنار او او نعقل فکر می کردیم، تعقل می کردیم، اندیشه می کردیم، اهل خردورزی می بودیم، ما جهنمی نمی شدیم. ما مزی آیه به مفهومی و اینگونه استفاده کنم که اگر انسان از عقل خو استفاده کنه جهنمی که چی بهشتی میشه و از جهنم دور میشه و وارد به بهشت میشه. عقل یعنی اون انسانی که توانسته است عقلانیت رو در وجود خود خو فعال کنه. وقتی از امام صادق فرمودن آقا جان عقل یعنی چی؟ امام فرمودن عقل العقل مکتسب به الجنان، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزیه که انسان رو به محور عبودیت خدا میکشانه. عقل اون نیرویی است که انسان رو تسلیم خدا میخواهد و بهشت میسازد برای انسان. استاد محترم، باعث شما به زمان میان برنامه رسیدیم. ان شاء الله ادامه صحبت و پاسخ به سوال عزیز من ان شاء الله در زمان بعدی خواهیم داشت و به اتفاق شما عزیزان سری میزنیم با اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم. صلی الله علیک یا زینب الکبری. امشب زوج آسمان باران اختر میچکد، از انتهای کهکشان مینای کوثر میچکد، از دست ساقی تا سحر جرعه از ساغر می چکد، بر دل رسیده کیمیا از دیده ها زر می چکد. این شب شب مولودی دردانه زهرا بود، بر مقدم او از سما اختر نشانی می شود، ساغر برق ساید کنون می جامدانی می شود، رنگین کمان در سجده اش قامت کمانی می شود، با یک اشاره از ازل دل آسمانی می شود، عشق از پی تفسیر او سرگشته معنا بود، امشب شب مولودی دردانه زهرا بود، از نور روی او قمر رو سوی انجم می کند، خود را به پشت ابرها خورشید هم گم می کند، چون غنچه ای لب وا کند تاها تبسم می کند، زهرا به اشک شوق خود در دل ترنم می کند، او زیور هفت آسمان و زینت بابا بود، امشب شب مولودی دردانه زهرا بود، شد از همکنون صبر عالم واله و شیدای او، شمس و قمر پروانه ای بر چهره مهتاب او، او بی قرار و در کنارش جد و مام و باب او، تا آن که آغوش حسینش می شود محراب او،
در عشق او پیغمبر فرهنگ عاشورا بود. امشب شب مولودی دردانه زهرا بود. فرخنده میلاد با سعادت عقیلة العرب و عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها مبارک و فرخنده باد. نامت به عیان و به نهان باید گفت، از شأن تو بسیار گران باید گفت. یا زینب کبرا شب میلاد تو را عید متبرک جهان باید گفت. وقتی که به آغوش برادر رفتی، آغوش حسین را جنان باید گفت. با اشک و نماز شکر و ذکر صلوات تبریک به صاحب الزمان باید گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بسیار میان برنامه زیبای بود از جناب دکتر خادمی و در محضر سرور عزمان هستیم حجت الاسلام المسلم اجای روحانی. استاد در ادامه سوالی که بیننده عزیزمان سوال کرده بودن در مورد عقیلة العرب عرایز را فرمودین، انشاءالله استفاده میکنم. بله، ویژگی هایی که در حضرت زینب سلام الله علیها جمع شده رو میشه انسان زیر مجموعه همین سوال ببینه. عجب. یعنی عقلانیت اگر در وجود انسان شکوفا باشه، یکی از آثار مبارکی و صبر پیشگی و بردباری در مقابل مهنت ها و سختی های زندگی است. او زمانی انسان میتونه صبوری رو در زندگی تجربه کنه که عاقل باشه. او زمانی انسان میتونه از احساسات و عواطف و تصمیم‌های عجولانه یک مقدار فاصله بگیره که عقل در وجودی و جای گرفته باشه. و زینب کبری سلام الله علیها، اگر ما میگیم خدا محور بود، اگر ما زینب کبری رو در اوج مقام رضا و تسلیم مشاهده میکنیم، اگر ما زینب کبری سلام الله علیها رو دارای مقام توکل میبینیم و در اوج توکل به خدا داره، اگر زینب کبری مدیریت بسیار کارآمد و لایقی در او سراغ میگیریم، همه اینها گفتن چه کردم، همه از دولت قرآن کردم، همه و همه به سایه در سایه این عقلانیتی که در زینب هست. لذا یکی از القابی که حضرت زینب داره، همچنان که برادر عزیز ما سوال کردن، عقیله هست. عقیله. اگر انسان عاقل بود، این چراغ عقل میتونه تمام زوایای زندگی انسان رو نور ببخشه. صفات دیگر وقتی که عقلانیت باشه، صفات زیبنده دیگر هم جمع میشه درش. بله، در پرتو همین عقلانیت اونها هم میتونن ظهور و بروز پیدا کنن. یعنی صبر انسان زمانی است که انسان عاقلانه تصمیم بگیره. رضایتمندی به قضای الهی و مقدرات الهی زمانی در وجود انسان رقم میخوره و شکل میگیره که انسان عقلانیت رو در وجود خود خون شکوفا بکنه. سوال قسمت سوالشان که بود عقیله بنی هاشم، آیا ایره میرسانه که در بنی هاشم، یعنی نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها، کسی دیگری شرایط نداشت از خواهران از بانوان؟ در بین بنی هاشم، در بین زنان، کسی که دارای این مقام بوده، خب قطعا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک مقام برتر و موقعیت بالاتر نسبت به حضرت زینب به سر میبرن. اما کسی که تونسته این مقام رو احراز کنه حضرت زینب بوده. این نکته رو هم عرض کنم که ما در خصوص صفات و القاب و عناوینی که برای امامان معصوم داریم، حداقل دو قسم میتونیم این صفات رو ببینیم. گاه صفاتی است که از زبان خود امامان معصوم آمده برای یک شخصی اطلاق شده. مثلا امام رضا رو میگن امام رضا، عالم آل پیغمبر، و این وصفی است که خود امام معصوم موسی بن جعفر به امام رضا اطلاق کردن. اما گاه دیده میشه که امامان معصوم چنین لقبی رو برای امامی ندادن، اما از بس مردم طعم شیرین این ویژگی رو در خصلت‌های رفتاری امام دیدن، آمدن امام مجتبی کریم اهل بیت خواندن. ما شاید یک منبع روایی معتبری نداشته باشیم که در این منبع
امام معرفی شده باشه با بله. امام مجتبی رو از آدرس کرامت آمده باشن معرفی کرده باشن و در اون روایت امام مجتبی کریم اهل بیت اطلاق شده. اما از بس مردم حتی کسانی که مخالف بودند از حیث اعتقادات و گرایش های دینی کرامت و سخاوت رو در امام مجتبی دیده بودند، همین ها آمدن به امام مجتبی کریم گفتن. حالا عقیلت العرب یک وصفیه که خود معصومین آمدن برای حضرت زینب سلام الله علیها گفتن، عقیله بنی هاشم. بنی هاشم هم تقریبا در بین قبائل عرب و تیره های متعددی که بود یک سر و گردن از همه بهتر و بالاتر بود، اما باز در بین اینها زینب کبرا او جایگاه خاص و ممتاز با خود رو احراز کرده. بسیار استاد، وقتی نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیها به گوش میرسه، اکثرا به یاد یکی از صفات بارز حضرت میفتن به اسم صبر. گفت ایوب اگر کشتی رنج و غم دنیاست، بر مرتبه صبر مثل بر همه لبهاست. با این همه نام و نسب و شهره آقا، شاگرد کلاس اول زینب کبراست. حالا در اگر اشکال ندارد، حالا موضوع میبریم سمت این صفته که بیشتر به چشم در زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها، بر ما مهربانی بفرمایید و در مورد صبر حضرت زینب بیشتر میگید. بله، زینب کبرا سلام الله علیها شاید یک جلوه‌ای که از شخصیت حضرت و یک برشی از تمام مقاطع عمر حضرت زینب رو اگر انسان خواسته باشه مد نظر بگیره، قطعا صبر و شکیبایی و بردباری یکی از مهمترین پازل های شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. خب وقت نگاه میکنم یک زنی که کانون احساس و عاطفه است، بله، اما همین زن وقتی که در مقابل دیدگان او، عزیزترین کسان او، فرزندان او، شش برادر او و چندین برادرزاده و محرم او رو در کرب و بلا سر بریدن، اما همین صبره که به زینب اجازه میده وقتی که وارد گودال قتلگاه میشه و بدن عریان و بیسر برادر رو مشاهده کنه، اولین حرف این باشه که اللهم تقبل منا هذا القربان. خب کسی نمیتونه این حرف رو بیای بزنه. غالبا مردم وقتی که مشکلی میبینن، اگر خیلی تربیت یافته باشن، همون که فرمود و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. البته یک عده ای هستن وقتی که مشکل برن و برمیخوره حرف های دیگری میزنن. کوکب بخت من و هید منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. ای بسا حرف های اونها بوی گلمندی و شکایت از تقدیرات و اون مقدرات رو میایه میده. اما زینب کبری رقم نبود، هم صبر میکنه و صبری هم به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه صبر توحیدی است. انا لله و انا الیه راجعون. و یک گام بالاتر در ظرف مشکلات و سختی ها و مهنت ها هم صبوری میکنه و هم زینب کبری شکر گذاری میکنه. زینب کبری حقیقتا این جایگاه رو داره که اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابهیم. با یک مصیبت دیده اما زبان به مدح و ستایش باز میکنه که زانیار دل نوازم شکریست با شکایت. این حال و روز زینب کبراست، صبر میکنه. زینب کبری به تعبیر جناب و حافظ همو کسی است که گفت تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. اما حقیقتا زینب کبری خویشتنداری میکنه. تمام این مشکلات و تمام این سختی ها رو چون در مقابل دیدگان تیزبین علم الهی مشاهده میکنه، کنه چیزی بر زینب تحمیل نشده، رنجی نیامده، مهنتی نیست و غمی هم اصلا در بخانه زینب نرکوبیده. لذا زینب اون بزرگ بانو ایست که انسان در میدان صبر و کیبایی حقیقتا باید به او تحصیل کنه.
زنی که عاطفه او بسیار فراوانتر است. اما نگاه میکنین با این که این همه احساس و عاطفه داره، این همه مهر و محبت داره، اما وقتی که فهمید وظیفه او تحمل کردن است، این صبر پیشگی رو پیشه خود میکنه و اوج صبوری رو در سیره خود خو به نمایش میگذاره. چه صبر زیبایی که فرمود و ما رأیت الله جمیلا. مثبت 93 77 4 نمبر آخر 67 20 بیننده محترم ما که تبریک گفتن، ما هم متقابلا به شما بزرگوار تبریک عرض میکنیم این میلاد رو، و سوال خصوصی داشتن که بهشان به خصوصیشان جواب داده شده. کوفه را لرزان با صوت رسای حیدری، شیرزنتر از تمام شیرزنها زینب است. ارث حیدر را به میدان برده در میدان شام، لافتا الا علی منجر به الا زینب است. سری میزنیم به اتاق فرمان به اتفاق شما همراهان گرامی و انشاءالله بعد از دیدن میان برنامه در قسمت پایانی به مطالب استاد انشاءالله توجه خواهیم کرد. همراه ما باشید. وقت نام حضرت زینب سلام الله علیها به گوش ما میخوره، چون حضرت زینب سلام الله علیها در حادثه کربلا بسیار غم دیدن، یعنی غم و اندوه حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر به گوش ما میخوره. مثال فداکاریش در واقع کربلا. نام زینب پیامبر صلی الله علیه و سلم این نام را گذاشتن که از به توسط جبرئیل آمد این نام و به معنی درخت نیکو و همچنان زینت پدر هم معنیش هست. زینت پدر. کلمه زینب به معنی پاکیزگی، درخت نیکو منظر و خوشبو می باشد و زینت پدر. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. مهمان لحظات شما خوبان هستیم در ایام با سعادت میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و همچنین که گزارشی که دیدید بانوان گرامی، و چقدر خوب است استاد که واقعا در زندگی خواهران گرامی یک الگویی مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داشته باشن و بهشان تأثیر کنن. خب استاد، در قسمت پایانی برنامه هست و اگر بحث صبر تمام شده که کدام صفت دیگر اگر مطلب. اگه اجازه باشه چون وقت در حال گذار هست، ما بتونیم از بوستان فضایل زینب کبرا سلام الله علیها گلهای بیشتری بچینیم. یکی از ویژگی هایی که باز در زینب کبرا انسان میتونه اوجیر مشاهده کنه شجاعته. شجاعت که در قسمت اخیر شما بیان فرمودید، خب حقیقتا زینب کبرا شجاعت رو به اوج رسونده. ظالمانی که حسین ابن علی علیه السلام رو مظلومانه به شهادت رساندن و بعد وحشیانه اهل بیت او رو به اسیری گرفتن، خب افراد ظالم و مستبدی بودند که مردم در مقابل اونها نهایت کرنش و تعظیم و احترام رو باید رعایت میکردن. کسی کمتر از امیر المؤمنین نمیتونست به اونها بگه. نه. چی ابن زیاد، چی هم یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان. اما زینب کبرا با همون شجاعتی که وامدار از شجاعت مادر خو فاطمه زهراست، وامدار شجاعتی است که امیر المؤمنین علی علیه السلام به او به ارث گذاشته، وقتی وارد بر ابن زیاد میشه اصلا به او اعتنا نمیکنه. بعد او سوال میکنه که من هذه المتکبره، این زن متکبر کی بود؟ عجب. وارد بر مجلس شد، به من سلام نداد، بدون اذن و رخصت من رفت نشست. او رو معرفی کردن که این دختر علی علیه السلام زینب کبراست، این جایگاه رو داره، اصلا اونها رو اعتنا نمیکنه. و بعد او رو نه تنها با نام و عنوان و لقب صدا نزد که فرمودند که نام مادر او رو بر زبان جاری کردن، یبن مرجانه بریا گفتن، یعنی یک نوع توهین. یعنی بله، پدر معلوم نیست که او رو به نام مادر میخوانند. خب این حرف بسیار کلانی بود که حضرت زینب، کسی جرات نداره قطعاً. این در مقابل ابن زیاد بود. و بعد از اون که ابن زیاد قصد داشت امام سجاد سلام الله علیه ها رو هم به شهادت برسانه، باز شهامت و شجاعت زینب کبرا بود که
اجازه رو به او نداد. به میدان آمد که این باقی مانده نور نبوت است و تو اجازه نداری که کمترین گزندی به او برسانی. این رو با شجاعت خود خامد نشان داد. وقتی هم او رو به مجلس یزید به شام بردن، با اینکه بند وجود زینب رو به بند سلسله کشیده بودن، اما آزادگی، حریت، شجاعت او رو که نمیتونن به بند بکشن، وارد بر یزید شون و بعد فرمودن یزید انی لأستصغر قدرک، تو خیلی کوچیکی، قدرت کوچیکه پیشم، تو رو خیلی ریز میبینم، حتی لیاقت او رو نداری که من تو رو بیام سرزنش کنم، تو رو مخاطب قرار بدم. ای یزید همون کسیه که همگان در مقابلی رو میستادن با اشاره میزنه جان بگیره. بله، همه کار رو همه کرد. جالب ما بدانیم خیلی از بزرگانی که در طول تاریخ از اونها به عزت، عظمت و ای بسا قداست یاد میشه، اونها رو به زهد و وارستگی از دنیا میشناسن، وقتی که خلیفه نه، جانشین و فرمانده یک شهر قرار بود به کوفه بیایه، اینا خود رو به استقبالی رو میرسندن و بعد شبانه می آمدن پیشی و می خواستن همون شب با او بیعت کنن. خب بر اینا می گفتن فردا صبح بیا بیعت کن، مردم ببینن تو با این جایگاه با ما بیعت کردی، یک اعتباری هم برای حکومت مرکزی باشه. بعد همین شخص می گفت من از پیغمبر روایت شنیدم، من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتت الجاهلیه. می گفت اگه من بمیرم و صبح بیدار نشوم، با تو بیعت نکرده باشم به جای عبدالملک ابن مروان، مرگ جاهلیت مرد و مرگ جاهلیت مردم. حجاج هم گفت دستم که بنده، اگر می با ما بیعت کنی پامر بگیر بیعت کن. پار میگیره، میبوسه و با او بیعت میکنه. خب این از ترس بوده، اما زینب و کبرا عبدالملک ابن مروان ها که بماند، یزید لعین رو این گونه به استسخار میکشه، اونها رو خار میکنه. این میشه باید شجاعتی که در زینب سلام الله علیه هاست. مسئله بعدی عبادته، عبادتی که زینب و کبرا انقدر در عبادت به اوج رسیده که امام حسین علیه السلام هم وقتی که با خواهر خداحافظی میکنن روز عاشورا، عزم میدان داره ما یه کارزاری رو امام حسین علیه السلام به پا بکنه، وقتی که از خواهر خداحافظی کردن بعد فرمودن که یا اخیه لا تنسنی فی صلات لیلک، امشب در این شام غریبان وقتی که به نماز شب ایستادی، دست به قنوت برداشتی، با خدای بی نیاز به راز و نیاز نشستی، حسینت رو از دعا فراموش نکن. امام معصوم بیاد به استفادش. امام معصوم کسی که معلم و مرشد و راهبر زینب بوده، زینب اینگونه قرار بر او دعا بکنه. امام سجاد علیه السلام می فرماین امجان زینب حتی در شام، در شام غریبان و بعد هم در مسیر کوفه و شام، هیچگاه تهجد در دل شب رو فراموش نکرد. تهجد در دل شب خب برخواسته ای از همین عبودیت و تسلیم در مقابل خداست. گاه نها کنن انسان یک مقدار مشغله و زیاد میشه، گریفتری های مقدار بیشتر میشه، بعد میبینیم که ارتباطی با خدا کمرنگ میشه. ای بسا انسان مریض شده باشه و بعد میبینیم که ای بسا همین آدم مریض و بیمار نمازی با تأخیر بیفته. اما زینب و کبرا گفت که من تا در این وادی چو پا بگذاشتم، 18 محرم به گردم داشتم، باغ من هم ارغوان هم یاس داشت، لالزارم لاله چون عباس داشت. اما حال هیچ کدوم اینا دیگه نیستن. اما همین زینب با کولباری از درد و رنج و مهنت و مصیبت، اینا رو همه کنار میگذاره، بعد بلند میشه نیمه شب، وضو بسازه، به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا. ما باید این بعد زینب رو ببینیم. اگر زینب رو ما فقط و فقط خلاصه بکنیم در عشق و آه و مصیبت، این اجهاو به حق زینب است. و شاید راست بشه یه رقم گفت که همین صبر و استقامت و شجاعت و
عقلانیت و اینا که فرمودین مثال ها صفات، اینا ریشه در همون عبودیت باید باشه. خب استاد ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه یا 2 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، اگر بله. برای جنبندی بحث دارین استفاده میکنم. آخرین ویژگی که عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترم از فضایل بیشمار زینب کبرا سلام الله علیها اینه که حضرت در تمام مسیر زندگی که خب اوجی و اون مقداری که فعلا در دسترس ما هست خب قطعا همون حادثه کربوبلاست، در کنار همه اینها یک مدیریت بسیار کارآمدی هم انسان میتونه در سیره زینبی مشاهده کنه. هر قیام رو که آدم میای نگاه میکنه حداقل کتاب این قیام 2 برگ داره، 2 فصل داره، یک فصلی رو قرمز و سرخ مینویسن با خون یعنی. شهدای کار رو میکنن، همون کسانی که بذلوا مهجتهم لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، به تعبیر امام صادق یعنی. در زیارت عربین خون دادن، سالار شهیدان ابوالفضل العباس، علی اکبر، زهیر و حبیب و سایرین، اینا فصل اول رو نوشتن. اما فصل دوم قیام پیامه و زینب کبرا در این عرصه حرف بسیار مهم و اول و آخر رو داره در کنار امام سجاد به جهانیان میرسانه و در پیام رسانی و ابلاغ پیام نهضت عاشورا زینب کبرا مدیریتی بسیار کارآمد داره. نه. اگر گفت سرنی در کربلا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمرد اگر زینب نبود، این حقیقتیست، حقیقتیست مسلم که انسان در پناه مدیریت که حضرت زینب داره میتونه حقیقت این مسئله مشاهده کنه. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم، بسیار بیانات ارزنده بود. امید داریم که مطالبی که فرمودید برای ما و بینندگان انشاءالله که سرلوحه اعمال ما باشد و دقایق پایانی است و انشاءالله که همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم. خواهم که مرا به ذکر یارب بخشی، یک عمر گناه را به امشب بخشی، دارم قسمی که ضامن رحمت توست، خواهم که مرا به حق زینب بخشی. تا دیدار بعدی همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.